با سلام و درود خدمت همه عزیزان و همه همراهانم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه و همراه من باشید تا یه برنامه دیگر رو با هم تجربه کنیم. از من خواسته بودین که لیدی خانم کجاست و ما نمیبینیمش. ما همچنان مزاحم همیشگی محبوب جون هستیم، فعلا در خدمتشون هستیم. لیدی خانم هم وقتی اینجا حسابی سرش گرمه و زیاد توی کلیپمون نمیاد. امروز قراره که یکی از هنرهای آقای حدادی رو به نمایش بذاریم، ببینیم که اصلا چی شد که ایشون از این هنر سر در آوردن. پس با من همراه باشین. خب دوستان، اگه گفتین این کیه داره قالی میبافه، یک کاشی بی سوالی را مینداختم. خدایی الان دوباره میگه یه هنر دیگه رو شد. خب آقای حدادی قالی بافی هم بلده. دیدم اینجا قالیه، گفتم که مال محبوب خانومه. خیلی جالب بود، گفتم به یاد قدیم بباف ببینم. یه دونه از زیر نخوامید از این رشتش رویه رو میگیریم، از اینجا گره میزنیم جفتشو با هم میگیریم، بیاییم پایین و میبردیمش. حالا من با این قلابا بلد نیستم، با دست بلدم. قبل از اینکه این قلابا، این چاقو که قلاب داره بیاد، با دست میگرفتن. آره من با دست بلدم. یه دونه تار داره زیر، یه دونه رو. وای خدا، من خیلی نسبت به قالی حس خوبی دارم، چون جزء هنرهای مادرم بوده و قشنگه. و این ونگکاده نقشش. آها، اینجا گله اینجوری و اینجا هم نوشته هاش اینجوری میاد تا اینجا. خب این چیه؟ نقشه های جدیده، این کامپیوتریه. دوره که ما یاد گرفتیم میبافتیم اون زمان که رفتم برای فرش فروشی. آها، همینو می‌خواستم سوال کنم که شما چی شد که قالی بافی رو تصمیم گرفتین یاد بگیرید؟ زمانی که درسم تمام شد رفتم بازار فرش. آها، بعد اونجا یه مدت که کار کردم دیدم که باید این حس رو با فرش و با هم دیگه داشته باشی که بدونی که این که داره اینجا چه نقشه‌ای داره. آها، باید حس کنی که این بافت چجوری بافته شده، کجاش کجه کجاش صافه. آها، به خاطر همین رفتم یه دوره آموزشی یاد گرفتم. یعنی دوست داشتین که همزمانی که مثلا فرش فروشی رو انتخاب کردیم به عنوان شغل، بعد چیزم بلد باشین، خود فرش بافتنم بلد باشم، بلد باشم که بتونم قشنگ توضیح بدم، حسش کنی. آخه حسش کنم، باری کردم. خب ماشاءالله چه هوشی، قشنگم میبافتین؟ قشنگ میبافتم. با موقع دوم کوچیک بود و ریز، از این ریزتر بود نقشه. بعد نقشه های این مدلی نبود. آها، اون موقع نقشه هایی که ده رج ده، ده تا ده تا بود، یعنی صد ردیف صد ردیف بود. بعد اینا کامپیوتری جدید اومده. نقشه ها اون موقع ما از خود نقشه میبافتیم، شکل همین رو فکر کنید اینجوری اینجا. خوب. همین یه دونه نقشه بود. بعد چه خوب. در سانت بعدی یه دونه نقشه بود کامل. منم یادم نقشه چوبی بود، روش کاغذ چسبیده بود. آره من اونا رو بلدم بخونم، یعنی باش کار کنم. اینا کامپیوتریه. آره کامپیوتری رو بلد نیست. اینا هر رنگش که اینجا مثلا نوشته 72 93، اینا هر کدومش یه رنگ دارن. اینجا می‌بینید دست منش، اینا رو ببینید. آها، آخه یه زن نوشته 29، اینجا 29 که هستش میدونید که این رنگه. 3 4 5 6، اینا رنگایی که می‌بینید اینجا. چه خوب، یعنی هر کسی میتونه الان قالی رو ببافه اگر که ریشه زدن رو یاد بگیره و گره هاشو اینا. شما رنگ مثلا اینجا 35ه، میدونید که اینجا 35 چه رنگیه، از اون رنگ استفاده میکنید. چند تا رو میشمارید، 77 تا 3 تا 79 تا 99 تا، اینجا رد میکنید اونو میدنزید.
حالا بعد از این که گره ها رو زدین چیکار میکنین؟ شونش رو نشون بده آقا. این گره ها که کلا تموم شد این شونشه. یادش میاد دف. آها. بعد اینجوری این گره ها رو شونه میکنیم. چه جاله. خب که اینا از هم جدا بشه، منظم بشه. آها. اینجوری. بعد دو تا پود داره. اینا تاره. آها. دو تا پود داره. یه دونه تار و پود برامون بزن ببینیم. یه دونه کلوفش میگن، یه دونه پود نازک. آها. حالا من یه دونه پود کلوف رو میندازم از وسط زیر و روی یا پایین. خب اینا رو میندازیم از این بر بیام. شما بنداز چه، من قرار نیست یاد بگیریم، فقط کار کن ما ببینیم. اگه خواستن بعد یه دونه بعد بگیری یاد بدی خود. ولی خیلی هنر خوبیه خودی. تیکه تیکه از اینجا که پایین اول اومدیم یه مقدارش انتخاب میکنیم این پود کلوفته رو اینجوری رد میکنیم ازش. چه جاله. من یادم مامانم با دست اینو دستشو میکنه. بله با دست اینو. اوه الان چقدر راحت تره. خب آها این پود کلوفته رو من بریدم، حالا این یه تیکر اضافه میکنم. این بود کلوفتر رو نشون بدید اینجا. آها وای خدا. آره آره. خب بعد با این دف از اینجا میندازیم این بود کلوفت. این صاف شد میبینید. آره آره. حالا یه دونه پود نازک داریم. بعد پود نازک و این پود کلوفتر از پایین انداختیم. آها. پود نازک از بالا. خب میندازیم میاد دوباره اینجا، اینو میندازیم اینجوری میکشیم، بعد یه مقدار اضافه میگیریم. بعد وای من این پود نازکر خیلی دوست داشتم. اینجا رو میکشیم پایین تر یه خورده. بعد آروم آروم از اینجا شروع میکنیم به پایین کشیدن این پود نازکه که بره داخل اون گره ها، بره داخلش و جمعشون نکنه. خب باید دونه دونه اینه بیاییم پایین. به این حالت که روی اون پود کلوفته رو قشنگ بپوشونه و سفتش کنه. خب انگیزه قالی بافیتون رو برامون گفتین، ولی انگیزه که رفتین فرش فروشی به عنوان اولین شغلت، اولین شغلتون بود؟ اولین شغل. اولین شغلتون بود چی بود که رفتین ما فرش؟ یه دونه همسایه دیوار به دیوار داشتیم و تو کار فرش بودن. آها. ایشون تشویق کردن که کار فرش کار خوبیه و بعد زمان کمتری میخواد، به خاطر همین رفتیم تو کار فرش. بابا خدا بیامرز بابام 50,000 تومان کلا به من سرمایه داد. آخه با 50,000 تومان شروع کردیم. خب حالا شما به من بگو که توی این کار موفق بودین آقای حدادی توی این بیزینس. خوب بود. چند سال من توی این کار بودم. دوستش هم داشتی نه؟ خیلی، چون کار هنری بود دوست داشتم و علاقه داشتم به فرش. اونم بازار فرش تبریز. فرش تبریز بودم، خیلی خوب بود. خب آقای عددی به بیننده اونم قول بده من وردی تبریز ببری بازار فرش نشون. حتما تو اولین فرصت بازار مظفریه تبریز که یه بازار خیلی قدیمیه، حتما بعد بازار سرپوشیده تبریز. خب یکی از بازارهای مهم ایرانه. پس ما رفتیم تبریز حتما بچه ها رو میبریم. خب وقت حالا یه سوال دیگه جلوی بیننده ازت اعتراف میگیرم چون وقت دیگه ای آقایون جواب نمیدن. خب وقت چرا این بیزینس رو ترک کردین؟ اینجا یه خورده غم‌انگیزه. آخه میگید ما خوب بود دوست داشتیم. خیلی خوب بود. متاسفانه بعد از 4-5 سال یه بنده خدایی کل دارایی منو برد. آه خدا. بعد آشنا بود، اعتماد کردیم بهش، هرچی فرش داشتیم سال 75 دادیم بهش. آها. بعد رفت که حساب ما رو بیاره. هنوزه که بیاره. اب نداره. مجبور شدم که کار فرشو که عموم کردم. کلی برای زحمت کشته بودی، سرمایه جمع کرده بودی بذاری کنار. اون سال 17 میلیون خیلی پول. 17 میلیون سال
یه ورشکستگی کامل بوده. بعد یه مقدارم به بازار به دهکار بودیم، به همسایه اونا دیگه فلجمون کرد. آخه به خاطر همین دیگه قسمت شد اومدیم تهران از اون بوده. آره خب عوضش هم انشالله که خدا توی کار دیگه موفقتون کنه، تو بقیه زندگیتون از زندگیتون لذت ببرین، هر کاری لذت ببریم از زندگیتون چون با شما آشنا شدیم. مرسی. هر هنری بالاخره یه داستان آشنایی بعدا میگم. آره حالا یه روزی هم برای بچه ها قول بده که داستان آشنایی باید بریم تو اون آموزشگاهی که بودیم. آها. بعد از اونجا شروع کنیم. آره. تعریف کردن که چه اتفاقی افتاد، که من با چه چیزی عرفت خانومو چقدر سخت خواستگاری کردم، گولک زدم. باشه پس تا بعد. آقای حدادی با این قلاب کار کرد، حالا من میخوام که با این دست کار کنم که یادگارم مادرم. من به مادرم نگاه میکردم بچه که بودم و این ریشه زدن رو از ایشون یاد گرفتم به این شکل. درسته؟ بله؟ ما اینطوری میزدیم دقیقا همین میشه. آره. آره؟ دقیقا همینه. آره مامانم موقع ها با دست کار میکرد، بعدها تکنیک ها پیشرفته تر شد و از چاقو اینا هم از قلاب استفاده شد، یعنی فقط چاقوی خالی بود به این شکل. حالا یک کمی من بلد بودم. خیلی عالی بود. خب عزیزان، قالی بافی آقای حدادی رو هم دیدیم، تا ببینیم دیگه ایشون چه هنرهایی بلدن و رو کنن. این هم از قالی بافی آقای حدادی. من در مورد قالی نمیخواستم بگم که من با قالی خیلی اختم، خیلی قالی رو دوست دارم، این هنر رو دوست دارم، حتی دوست دارم که یه همچین داری رو داشته باشم به عنوان دکور، که خیلی مرسومه تو ایران، داشته باشم کنار اتاق و نماد این هنر رو همیشه کنارم داشته باشم، ولی متاسفانه فعلا نمیتونیم این کارو بکنیم چون خیلی قیمتا، حتی این دارش هم قیمتش بالا رفته. آره من بچگیم رو در کنار قالی بافی دوستان سپری کردم و از صدای شونه که به قالی میکوبن و آوازهایی که قدیم میخوندن برای اینکه این نقشه رو به شکل آواز میخوندن، از استاکار میخوند و شاگردام این چاله ها و این قسمت رنگی رو پر میکردن. بذارید یه خاطره براتون تعریف کنم از زمانی که مادرم قالی میبافتن. مادر من یکی از قالی بافای خیلی متبهر و کارآمدی بود که برای خودش کارگاه قالی بافی داشت، تقریبا 30 تا 40 تا شاگرد داشت و قالی های از قالیچه تا 12 متری و 24 متری رو به سفارش بازاری های تهران برای خارج از کشور یا داخل می بافتن، که این هنر رو هم بیشتر خانم هایی که در کاشان و قم هستن و تبریز و خیلی از شهرهای دیگه مثل اردکان و یزد و اینا از این هنر بهره مند هستن. آیا حدادی فکر کنم سمت اردبیل و اینا هم باشه، درست؟ سمت آذربایجان پره هنوز. آها قالی بافی میکنن. دوستان مادر من همیشه میگفتش که هنر باعث میشه که اعصاب آدم آرامشش بیشتر باشه، فکرت کمتر مشغول باشه. یه هنری که داشته باشید، مثلا هنری دستی رو در کنار کار روزانه‌تون استفاده بکنید. متاسفانه میگم خانما الان همه کاراشون ماشینی شده، لباسا رو که ماشین لباسشویی میشوره، ظرفا رو که ماشین ظرفشویی میشوره. همه چیز آماده است، اینه که خانما بیشتر برای این که فرصت کنن که چه کنم و داشته باشن فرصت زیادی دارن و همیشه اعصابشون ناراحته. پس بنابراین از این هنرها باید سعی کنیم که استفاده بکنیم. داشتم میگفتم مادر من گفتش که تعریف که میکنم، گفت من از 4 صبح بیدار میشدم، همه کار خونم رو انجام میدادم، رفت و روب و غذا و فلان تا غذا من دم میکردم، 8 صبح که شاگردان میومدن بشینن پشت قالی و قسمت رنگی و سادش رو پر کنن، من نقشه‌ام زده بودم،
که نقشه آماده بود و بچه‌ها میومدن فقط میچستن چاله ها رو پر میکردن تا رنج بعد که دوباره بخوان حالا دوباره نقشه خونی بکنن. بعد به زرنگیش و به موظف بودن سر تاریخش مادر من خیلی مشهور بود توی کل دوستان و آشنایان و فامیل. وقتی که مادر من پیر شده بودن خونه بودن، یه آقای اومد ملاقاتی مادر من با پسرشون. بعد که اومدن ملاقاتی ایشون برگشت گفتش که میدونی مادر چقدر زرنگ بود، میدونی که چقدر تمام بازاریا روی کار و هنر مادرت حساب میکردن. بودم آجا من تا بچه بودم یادمه که مادرم قالی میبافتن، ولی بعدها که دیگه بزرگ شدم و ایشون هم پا تو سن گذاشتن دیگه من ندیدم. بعد آجا تعریف کردن گفتن که خب دخترم بذار یه خاطره برات تعریف کنم. مامانم هم تو که چادرشو تری گرفته بود و خجالت میکشید داشت گوش میکرد. گفتن که مادر شما به سفارش ما قالی میبافتن و ما این سفارش ها رو مثلا میخواستم خارج از کشور بدیم و اینا، اولین کسی که تو ذهنمون بود مادر شما بود که این کار برای ما انجام بدن. بعد گفتن که ایشون یه جمعی محولی نشسته بودیم تو بازار، مادر شما اومد برای خرید کامبایی که به اصطلاح بهش میگن خامه یا نخایی که برای قالیه، اومد که نخ ببره. گفتن که بهشون گفتن که آج خانم من یه قالی میخوام برای مثلا آلمان سفارش دارم، شما چند ماهه این قالی 12 متری رو مثلا به من تحویل میدی. بعد مادر من میگه که مثلا 3 ماه دیگه، مثلا 20 این ماه، حالا مثلا 20 آبان، بعد از 3 ماه من این قالی رو به شما تحویل میدم. حاج آقا هم میگه از مادرتون خدافزی کردم و مادرتون رفتم. بعد میگه اون محولی که آقای نشسته بودن همه خندیدن، گفتن تو به اعتبار یه زن میخوای قول بدی برای کشور خارجی که فرش رو برات ببافن، اونم تو 3 ماه. آره اونم تو 3 ماه. بعد میگه که من با این خانم کار کردم و مطمئنم که به قولشون عمل میکنن و منو بد قول نمیکنن. یکی میگه که نه همچیز امکان نداره، یکی میگه بشین تا واسط قالی بافته شه، هر کی یه چیزی میگه. حاج آقا میگه من برگشتم گفتم که خب حالا اینجا من یه شرط میذارم، میایم با هم شرط بندی میکنیم، اگر من باختم همه این جمعی که اینجا هستن نهار مهمون من 40 کباب، اگر شما که خیلی مصر، یکی از آقای مصر بوده که همچیز امکان نداره، میگه شما که خیلی مصری اگر شما باختی شما باید غذا بدی و این تاریخ رو هم میذاریم همه این جمع اون روز برای پایین اومدن قالی منزل آل کارگاه خانم نیکو صحبت باشیم، مادر من فاموش نیکو صحبت. بعد دیگه اون تاریخ که میرسه اتفاقا همه بازاری هم که قبل همیشه دوره هم بودن تاریخ رو در نظر میگیرن و همه راهی کارگاه مادرم میشن. بعد قدیما تازه قربونی هم میکشتن پای قالی که میومد پایین، کارشناس میومد، کارگره میومدن که قالی رو ببرن و ریشه هاش و اینا رو آماده کنن که برای حمل و نقلش بره برای پرداخت و چرم‌دوزی. بعد زمانی که میرسن اونجا بازم هنوز بگو مگو داشتن که هم چیزی امکان نداره. وقتی میرسن اونجا میبینن که قالی آماده است، حاج خانم با چادرش وایساده و منتظر تا کارگری بیاد و این قالی رو ببرن. بعد هیچی، همونجا حاج آقا میگه که دیدی بهتون گفتم من حاج خانم میشناختم، آقای فلانی امروز همه نهار مهمون شما هست. بعد به مامانم میگه حاج خانم فقط بگو خونه چند نفر هستن ما براتون غذا بفرستیم. مامانم میگه چطور چی شده؟ میگه هیچی، ما سر این قضیه قالی بافتن شما و ترافرز بودن و زرنگی شما شرط بندی کردیم و ایشون شرط رو باختن و امروز 40 کباب مهمون ما هستیم. آره اینم از خاطره قالی بافی مادر من. حتی برای خونه خودمونم قالی 12 متری 24 متری میبافتن که خونه ما پشتش باغچه زدن و نمناک شد، متوجه نشدیم تمام قالیا نصفش پوسید و از بین رفت. این از خاطره مامان من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و سعی کنید که برای روزایی که فقط قراره بشینیم تو خونه یه هنر دستی رو یاد بگیریم. خیلی دوستتون دارم، تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.